یک کپی کردن درست حسابی با گرفتن این نوار شروع میشه. این نوار سبز پررنگه و اگر اینو جابجا کنید انیمیشن جابجا میشه. یعنی مثلا از اینجا تا اینجا هیچ اتفاق نیفته، از اینجا انیمیشن شروع شه. پس اینطوری میتونید انیمیشن رو در طول نوار تایملاین جابجا کنید. این به قول معروف تایملاین یک پنجره مستقل داره که توش همه کاری میکنه، از جمله اسنپ هاست. اسنپ ها مغناطیسی میکنند سفر رو. خب گرید رو مغناطیسی کن. گرید یعنی این جدول گرید اینجا رو که فعال میکنید، یه سری خط میکشه. با مغناطیسی شدن شما به راحتی میتونید روی زمان ها توقف کنید و کار کنید. و کی فریم ها همینطور و پلی هد ها. پلی هد ها مثلا اول پلی هاست، مثل همین اکشنی که گذاشتی. اسنپینگ هم مغناطیسی میکنه کلن ماجرا. Go to end، برو آخر یا اول، برو کی فریم قبلی. این هم شورتکات داره، میتونی یاد بگیم. مثلا هومو بزنی سری میره اول انیمیشن، اندو بزنی میره آخر. صدا رو بخوای میوت کنی، اسپیس که بزنی تو همین پنجره مثلا اینجا که میزنی انیمیشن اجرا میشه دیگه، نمیخواد به این دکمه رو بزنی. زوم این و زوم اوت و زوم فیت و اینا رو هم که بلدید. اینجا گرید هم که اون پایین دکمهش هست، فقط حواستون باشه که گرید میشه که مثلا تعیین کنیم هر چند ثانیه. مثلا اگه اینجوریش کنید هر یک ثانیه یه خط عمودی میکشه. اینجا هم بالاخره انواع زوم ها رو دارید، این رو دارید، این دوتا دکمه هم برای زومه. اینجا فیتینگتونه، کل ماجرایی که تو تایملاین دارید به اندازه این صفحه میکنه تا شما راحت تر ببینید همه چی رو. خب حالا اگر شما اینو انتخاب کنید یا اینو انتخاب کنید، کنترل سی کنترل وی بزنید، ببخشید اشتباه گفتم، اگر اینو انتخاب کنید دوپلیکیت بزنید، از این لایه یک کپی میگیره و به راحتی میتونید اینو بیارید و مثلا اینجا بذارید. حالا این در پنجره اینجا اگر دقت کنید هر دو تا انیمیشن جدا دارن، این برای خودش این برای خودش. منتها یکی از خواص چرخ دنده ها اینه که وقتی این به این ور بچرخه این به این ور میچرخه. بنابراین برای اینکه انیمیشنمون درست بشه باید معکوسش کنیم. خب بریم اینجا، این منفی 360 اونم منفی 360، یکیشو باید بکنیم بکنم 360، ببینیم چی میشه. آره درست شد. خب اندازش هم که میتونید کوچیک کنید، و کنترل اینتر ببینیم چی داریم. لنگ میزنه. چرا؟ خدای من، به خاطر اینکه لفت و تاپش انیمیشن شده، باید این لفت و تاپ رو دیلیت کنیم. چون اوتو کی روشنه، اگر شما برای تغییرات این کرزر رو در واقع قلتک زمان رو اول نذارید، همه چی به عنوان انیمیشن ثبت میشه. الان فکر کنم مشکلی نباشه. خب حالا اگر خواستیم یکی از این چرخ دنده ها رو عوض کنیم، بحث اینه چیکار باید بکنیم. تصور کنید که من اینجا در گوگل چرخ دنده دیگری رو میخوام بیارم، از اون خوشم اومده و میخوام بذارم به جایی. ببینید شهر چرخ دنده هاست، از چی خوشتون میاد من همونو تقدیم کنم، مثلا این.
ما از این استفاده میکنیم. امیدوارم بک نداشته باشه که داره. این بک ما رو کشته به خدا. خب من واقعا حوصله ندارم الان برم در فتوشاپ اینو پشتش رو دیلیت کنم، کارهای تکراری کنم، ویدیو طولانی شه. من یه دونه دیگه میارم بدون بک مثل این. خب میخوام این کوچیکه رو عکسش رو عوض کنم بدون اینکه اینو دیلیت کنم، بخوام اون چیزی که جدید از گوگل آوردم. اگه اینجا وایسید روش در پروپرتیز جای داره نام ایمیج، اینجا ایمیج رو داره نشون میده. اگه اینو بزنید میگه تو لایبرری چی داری که من باش عوض کنم. لایبرری کجاست؟ لایبرری اینجاست. خب تو لایبرری الان یه دونه عکسه، من میتونم یه عکس دیگه اضافه کنم. این عکس دیگه رو از اینجا اضافه میکنم. و اینکه از کجا اضافه بشه مهمه، یعنی اینجوری نیست که شما همجوری بری اضافه کنی. بهتر همه رو توی یک فولدری مثلا این بریزید از اونجا، چون گم و گور بشن انیمیشنتون خراب میشه، چون موقع پاپلیش گرفتن بهشون نیاز داره. خب در لایبرری من این عکس رو اضافه کردم. حالا که این انتخاب کنم برم اینجا، در اینجا این عکس رو به من نشون میده. اینو که بزنم این عکس عوض میشه. میبینید چرا به این شکل باز شد؟ ببخشید من دارم سرما میخورم. من برگردم عقب ببینم برای چی کج و کله بازش کرد. و با بک‌گراند فکر کنم داریم عکس چیز اشتباه آوردیم داخل. عکسی رو آوردیم داخل که بک‌گراند داشت. خب برگردیم به اینجا ایمیج و بریم سراغ این عکس. درست شد. حالا اگر این غلطه که زمان رو بزید اول، شما میتونید اینو بزرگم بکنید. خیلی خوب کنترلید ببینید. پس نکته‌ای که میخوام تکرار کنم و از این ویدیو دیگه بگذاریم، عوض کردن تصویر وقتی که انیمیشن ساخته شده. اینجاست ایمیج، چون اینا ایمیج هن، یک تب یا یک رولت از پروپرتیز هر عکسیه و شما میتونید عکس رو عوض کنید به شرط که در لایبرری باشه و اضافه کنید. با این به علاوه میتونید اضافه کنید. خب اینم از این.